کلمه یم رو من خدمتتون توضیح میدم دقت کنید خب حالا هر کس دید مخصوصا اینایی که نست تعلیق نویسن همون اول تعجب میکنه که به این پهنا آخه نه به این پهنا غلط من اینو نوشتم که با اون حالت صحیحش که می نویسم بتونید راحت مقایسه کنید این پهنای قلم من هست چقدر از قلم من گذاشتم روی کاغذ که این زخامت رو به من داده و بعد اینجا وقتی میم بهش متصل میشه اون موقع این میم خودشون نشون میده زمانی که شما اینجا تمام پهنای قلم میگیرید دیگه اینجا ببینید من تازه توی این مبالغه هم کردم پهنتر هم نوشتم ولی نمیتونه خودشونشون نشون بده علتش اینه که اینجا زخامت زیاده اگر این زخامت ها زرافت ها رعایت نشه میبینی که میم رو از این اندازه واقعی خودش بزرگتر هم نوشتی اینجا ولی دیده نمیشه نمود نداره برای همین یکی از مهمترین مسائل خط نستعلیق رعایت قوت و ضعف. قوت و ضعف ها مثلا شما دارید می نویسید یه دونه فرض کنید دارید می نویسید یه خب من چجور حرکت کنم این قوت می برسم به ضعف اگر من اینجور بنویسم بعد اینجا مثلا یه هم بهش وز کنم خب این ظرافتی نداره که برای مخاطب جذابیتی ایجاد کنه باید حتما از قوت برسیم به ضعف از ضعف بریم به سمت قوت توی کلمات مختلف هست دیگه حالا هر کلمه یه حالتی داره اینا رو باید رعایت بکنیم که کاری که اجرا میکنیم یه کار جذاب و با زرافت باشه الان از قوه از قوت رفتیم به سمت ضعف خب حالا اینجا من میخوام پهنای قلم رو بهش وصل بکنم این پهنا میتونه خودشون نشون بده زمانی که اینجا قبلش یه زر ذره ظرافتی باشه ولی اینجا نمیتونه خودشون نشون بده برای که این حجم از پهنا دیگه چیزی جایی برای این نگذاشته اینا رو بایستی ما دقت